با سلام ها و درود های گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه برگه از تاریخ با یوسف اردلان هستم. درود بر شما یوسف عزیزم. درود بر شما و بینندگان گرامی. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی، امروز جایزه حقوق بشر، جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد. این جایزه برای دومین بار در 20 سال گذشته پس از شیرین عبادی به خانم نرگس محمدی داده شد. کمیته انتخاب جایزه صلح نوبل با دفاع از نرگس محمدی به خاطر مبارزه با ظلمی که بر زنان ایران میره و مبارزه‌ای که او برای ارتقای حقوق بشر و دستیابی همه به آزادی اعطا کرده، با شعار زن زندگی آزادی جایزه صلح نوبل رو به نرگس محمدی داد. و خانم بریت ریس اندرسون، رئیس هیئت نروژی کمیته، گفت که مبارزه شجاعانه نرگس محمدی با هزینه های شخصی بسیار زیادی همراه بوده و او در مجموع 13 بار بازداشت شده، 5 بار مجرم شناخته شده و 31 سال زندان و 154 ضربه شلاق محکوم شده. در حالی که او در زندان هست، اما همچنان مبارزش برای دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق زندانیان و دفاع از خیزش انقلابی مردم ایران، خیزش زن زندگی آزادی ادامه داره. و اونها، این رئیس هیئت نروژی اعلام کرد که در حالی که بیش از 500 نفر تظاهر کننده کشته شدن، هزاران نفر مجروح شدن، بسیارانی چشمهاشون نابینا شده، 20 هزار نفر بازداشت شدن، اما علی‌رغم این بازداشت ها و فشارها، نرگس محمدی و بسیارانی این گونه در دفاع از حقوق اکثر همه مردم ایران در حال جنگ با حکومت اسلامی هستند. در حال این جایزه اعطا میشه که ما شاهد فاجعه دیگری در ایران هستیم. فاجعه سرکوب مردم بلوچستان، مردم زاهدان، در دو هفته گذشته شدت بسیار بسیار گسترده تری گرفته و این دستگیری ها و سرکوب ها به گونه یکی دیگه میشه گفت که همه مردم رو در واقع میخوان خفه کنن که این جنبش باز بر نخیزه. تو این شرایط ما شاهد حادثه دیگر و فاجعه دیگری هم در تهران بودیم که آرمیتا گراوند، که یک تکنوکار تکواندوکار حرفه‌ای که دان سه داره و اهل اصالتا اهل کوهدشت استان لرستان هست و از اوایل دهه 80 به کرمانشاه مهاجرت کرده بودند و بعدا اومدن تهران، توسط ماموران گشت ارشاد یا همین به اصطلاح حجابان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و متاسفانه همچنان در بیمارستان و در حالت بیهوشی است. تو این شرایط که اینگونه موقعیت حکومت اسلامی در سرکوب و کشتار هاست و ما شاهد فشارهای حکومت اسلامی به دولت اقلیم و دولت عراق هستیم در ارتباط با گروه ها و سازمان ها و پناهندگان ایرانی در کردستان عراق و فشارها برای دستگیری و در واقع دستگیری بسیاری از فعالان کرد و فعالان سیاسی در منطقه کردستان،
در شمال ایران شاهد یک هولوکاست تازه هستیم، در یک فاجعه تازه در قره‌باغ، در جایی که یک جمهوری خودمختار دهه هاست حضور داشت و مردمان ارمنی در زندگی می کردن. جمهوری آذربایجان با حمله به قره‌باغ ده ها هزار نفر از مردمان این منطقه رو مجبور به مهاجرت و تخلیه خانه هاشون کرد و به ارمنستان فرستاد. فاجعه انسانی که همه ما رو به یاد مهاجرت های گسترده، فشارهای گسترده در فلسطین میندازه. سالهای 47 و 48 که اسرائیل فلسطینی ها رو از خانه و کاشانه خودش راند و از این نظر یک فاجعه بزرگ رو برای مردمان فلسطین رقم زد. اینک این فاجعه در مقابل چشمان مردم در قرن 21 توسط دولت آذربایجان با همراهی دولت ترکیه در حال وقوع است. شما چه ارزیابی از این فاجعه دارین؟ از این سیاست پاکسازی نژادی و قومی در قره‌باغ؟ میدونم که در ایران شاید آذری ها شاید این حساسیت رو برخی نداشته باشند، یا دولت ایران به خاطر ناسیونالیست های آذری نخواد به تغییر جغرافیایی که در شمال ایران در مرزهای ایران در اتفاق میفته عکس العمل نشون بده، اما شما چگونه میبینین این قضیه رو؟ با درود مجدد به شما که این فرصت رو دادید و بینندگان عزیز، مطالب مهمی رو و واقعا هر کدومش واقعا جای بحث و نگرش زیاده. اولیش که مسئله خانم نرگس محمدی، خب مبارکشون باشه، امیدواریم که این در واقع تبدیل به یه چیز لوکسی شده، اما امیدوارم که در هر صورت از نظر روانی تأثیری داشته باشه. و اما مسائلی که مطرح کردید که بگذاریم از همین مسئله در واقع هم قره‌باغ رو هم فشار ایران رو و این دوتا با هم دیگه چه قرابتی داره، چرا در یک زمان این صحبت ها رو میکنیم، بهتر از همون قره‌باغش رو اول شروع بکنیم. یه چیزی مسئله همونطوری که اشاره کردید قدمت داره این مسئله، و در بعد جنگ اول و فروپاشی عثمانی و اساساً اون موقع در واقع موج آمدن دولت سازی، دولت ملت سازی که خاورمیانه رو گرفت، هم مسئله در واقع ترکیه وجود اومد، این کشورهای دیگه با اون موقع متا آذربایجان وجود اومد، تاجیکستان وجود اومد به شما عرض کنم، و بعدش هم خودمون دیدیم ایران هم که انقلاب مشروطه رو کرده بود، اما در هر صورت اگه انقلاب اکتبر نبود 1917 جغرافیاش به این ترتیب نبود، ولی از 1920 شروع کرد با این دولت جدیدش که رضا شاه باشه دولت ملت ایران رو، دولت جدید رو، فرم جدید. اینا همش ثمره بعد جنگ اول هست و از یه نظر در واقع تسلط و گسترش و تحکیم سرمایه‌داری به امید ایجاد جامعه‌های شهری و متمدن، که متاسفانه ما ثمرات متمدن شدنش رو کمتر می‌بینیم تا مضرات مونده از عقب ماندگی‌هایی که قاطی با این به اصطلاح هجوم تمدن جدید به وجود اومده. به این ترتیب که میگم در اون زمان در تمام منطقه مسئله جامعه شهری، متمدن شهری، صنعتی در واقع بگیریم که بتونه این دولت ملت های مدرن رو هضم بکنه، هنوز کامل وجود نداشت و هنوز در واقع از عواقب ما قبل سرمایه‌داری که عبارت باشه از حکومت‌های شبه فئودالی، عشیره‌ای و فرهنگ کهنه
رنج می برد. مسئله جدیدی که وجود اومد ایجاد دولت ملت ها، اون موقع به این در این نظر بودن همه کشورهایی که به وجود اومدن بر اساس ملت، بر اساس یک نژاد، اصلا ملت ها رو نژادی می دیدن. می بینیم روشنترینش مال ایرانه که بر اساس نژاد آریا تعریف می شه، ترک ها نژاد ترک و ارمنی نژاد ارمنی، در حالتی که اختلاف بین اینا قبلا در اعمال قدرت منطقه‌ای بود و دیدیم که ترک ها یعنی ترک های عثمانی چه بلایی سر ارمنی ها می آوردن. دو قطع عامشون که سال 1915 کاملا مشهود بود و دلیلشون این بود چون اونا مسیحیان و روس ها که با عثمانی ها می جنگن اونا مسیحیان، با واقعیت هم داشت. اون دوتا بیشتر یعنی اونا به روس ها کمک می کردن در تقابل با حکومت عثمانی، و در این میان مردمانی دیگری وجود دارند که از ثمره بعد از انقلاب، در واقع ثمره بعد از فروپاشی عثمانی هیچ بهره ای نبردن، اونم کردها بودن. کردها هم مثل همه مردمان اون منطقه، مثل ترکا، مثل ارمنیا، در واقع انسان هایی که درست سا هزاران سال در منطقه زندگی میکنن، اما در هر صورت بخش هایی مثل هر انسان دیگه به اصطلاح جا به جا شدنی هم بودن. مثلا کردهایی رو داریم که در حتی لبنان هستن و در بیروت بخشی رو حتی کردهای البته در پایین ترین قشر موجود، کسایی هستن که در واقع به حالتهای عشایری قبلی جا به جا شدن. و اما در منطقه همین قره‌باغ که هست و در منطقه آذربایجان کوههای قفقاز، ما کوچهای بزرگ یعنی جا به جایی جمعیتی کرد هم داشتیم که در اون منطقه اتفاقا عده‌ای هم کرد وجود دارن و نه تنها عده‌ای، بخشی قابل ملاحظه‌ای. سرشماریش رو در یه وقت به حدود 150,000 در وقتی که تشکیل دولت رو براش گذاشته بودن تا پایین ترینش که در هر صورت کمتر از 100,000 نبودن. و منظور اینه که وقتی کشورهای آذربایجان و تاجیکستان به وجود اومد و ارمنستان، و مصادف بود با انقلاب، در واقع انقلاب اکروری وجود اومده بود، این مناطق، مناطق در واقع میگفتن که تقریبا بر علیه سپاه سرخ بوجود اومده بودن، که تاریخ این طور نشون میده که در سال 1918 یا 20 بگیریم 18، آذربایجان و ارمنستان رو ارتش سرخ تونست به بلشویک‌ها تونستن بیان، و تاجیکستان 1921. و جالب اینه که این به اداوت قبلی بین ارمنی ها و آذری ها خیلی زیاد بود، و کردهایی که در اون منطقه بودن کردهای بیشتر ایزدی هن که همین الان هم در کردهای روژاوا ایزدی ها زیادن، و در منطقه شنگال عراق هم که مورد بیمهری بارزانی ها قرار گرفتن که اون موقع هم همینطوری بوده، اونا به اصطلاح به طرف ارمنی ها در تقابل با همراه با آذری ها هم در تقابل با ارمنی ها قرار گرفت. یعنی اختلافات بین عثمانی و ترک ها هم به این به اصطلاح مردمان که در کوه زندگی میکردن، طبعا حالت اشعری داشتن، تایفه‌ای داشتن بوده، تأثیر داشته. در سال 1923 با ابتکاری که اون موقع لنین و دادن، یک جمهوری سرخ کردستان به وجود آوردن که مرکزش رو گذاشته بودن لاچین، در همون شهر به اصطلاح یک شهر بزرگ منطقه همین کوهستانی قفقاز. به شما عرض کنم یه حسنی که این داشت، مردمان این منطقه میشد حایلی بودن بین ارمنستان و آذربایجان و به شما عرض کنم
تاجیکستان. این مسئله خودش یک عاملی بود که البته این جمهوری کوچیک سرخ دوام زیادی نداشت و به شما عرض کنم مورد تهاجم یا تقابل فرض کنید به ترکیه قرار میگیرد و بر اثر مخالفت های ترکیه این جمهوری در واقع چیز شد، تقریبا به صورت یک حالت خیلی خودمختار یا کمتر از خودمختار حتی در تحت نظارت آذربایجان قرار گرفت. اما به هر ترتیب ما میبینیم در سال 1930 هست که دیگه استالین که سرکار محکم میشه از این حرفا و خودشو در واقع میخواد وحدت دیگه تمام همه مسائل حل شده و دیگه ملتی هم وجود نداره و طبقه هم وجود نداره و چی و چی و چی، آدم های این منطقه رو حتی کوچ میده، کوچ میده به طرف تاجیکستان و ماورا قفقاز و حتی در اون کوچ قتل عامی هم صورت گرفته. یعنی شاهد عینی اون وقتا هست که وقتی میگه ما به بیابانهای قفقاز رسیدیم، تمام مردای بالاتر از 20 سال رو قتل عام کردن، یعنی مامورین استالین کاگبه این کار کرده. حالا چقدر تعدادش و اقراقی در این هست، این تنها شاهدهایی هست که به اصطلاح در موردش گفته میشه. و این کوچ اجباری رو در واقع در اون سالها صورت میگیره. اما بعدش میبینیم که در سال 1960 دوباره این جمهوری به یه ترتیب دیگه برقرار میشه، اما با مخالفت ترکیه بازم مواجه میشه با و این مرز به اصطلاح هم کوهستانی هم داره، مردمانی هستن که میشه ازشون قدرت این رو ندارن که کاملا خودشون اداره بکنن و پشتیبانشون باید در واقع دولت مرکز مسکو یا به اصطلاح باکو یا ایروان باشه، حالت چیزی داشتن به اصطلاح ثابتی رو نداشتن و همیشه مورد معامله قرار می گرفتن. و در سال 1988 که جنگ بین ارمنستان و آذربایجان شد، لاچین تونست یه به اصطلاح آزادی به دست بیاره و پرچمی برقرار بکنه. این بار اینا طرف به اصطلاح ارمنیا بودن، ولی اونم زیاد طولی نکشید که پرچمشون پایین آورده شد. و ولی مسئله به عنوان مردمانی به عنوان کرد در منطقه که ارمنیا بهشون میگن اینا ایزدی هن، همونطور ایزدی رو میگن، کرد به کار نمیبرن، و آذری هم بهشون میگن اینا کردای ترک شدن دیگه، مسئله‌ای به نام کرد وجود نداره، ولی مردمانی هستن که خودشون رو کرد میدونن. مخصوصا طی این سالهای سال برشون در 1930 و نشریه‌ای داشتن به نام رای نو، یعنی راه نو، و رادیوی هم داشتن با عنوان بریوان که این بریوان یعنی در واقع میانجی یا صلح طلبایی که در واقع همین حالت رو داشتن بین ارمنیا و آذریا و تاجیکا، این حالت رو در واقعیت بیان واقعیتی به عنوان بریوان گذاشتن، یعنی میانجی یعنی عامل صلح، و اتفاقا به همین کلمه صلحی که الان اشاره کرده میخوره. این ادامه داشت در سال 91 هم، یعنی مثلا چون مسئله وجود داشته گورباچوف میخواست دوباره این مسئله برقرار بشه که بازم ترکیه مخالف کرد، ولی در هر صورت خود دولت شوروی رو به در واقع افول بود و دیگه سال 91 بود و گورباچوف هم تا بزر. و اتفاقا در مسائل بعدی یک
سال 92 همون موقع به اصطلاح کسی باسم پیدا شده، مثل وکیل مثلا حقوقی خونده بود، خیلی آدم شناخته شده بود به نام وکیل مصطفی، اونم باز هم برای تأسیس یک حکومت در واقع بگیم خود مختار اقرامی میکنه و تجمع میکنه، طبعا دستگیر میشه یا بعدش فرار میکنه، مثل که میره ایتالیا یا هرچی. ولی جالب اینه که نتیم پرسیدن که شما چرا میخواین این به اصطلاح اداره امور خودتون رو داشته باشید، بعد اونم خیلی راحت این مسئله میگه، حتی از مسئله ملی به عنوان مسئله ملی مطرح نمیکنه، میگه اینجا ارمنیا و اون برم ترکا آقا جان ما رو حساب نمی کنن، اصلا قبول ندارن که ما آدمی هایی هستیم که در این سرزمین زندگی کردیم، نه ما، اسلاف ما، اسلاف ما سالهای سال هزاران ساله که ما اصلا جا به جایی جمعیتی، چون رمدار بودن این رمدارها جا به جایی جمعیتی، مثل اشعار دیگه جا به جایی جمعیتی بوده و هزار سال اینجا مناطق زندگی ما بوده. در هر حال این نکته متاسفانه دیگه تمام ابعاد قانونی بگیم، حقوق بگیریم، تمام اینا رو در نوردیده، الان تبدیل شده به یک تفکر ناانسانی بازمانده از جدایی آدم ها، یعنی فاشیزمی که الان حکومت ترکیه انجام میده با پشتیبانی از در واقع یه نوع عظمت طلبی ترکیه آذربایجان، و از اون برم چه دفاعی بگیریم چه به اصطلاح که بر نژاد ارمنی که در اون منطقه بودن، آدمی هم وجود داشتن ولی نه به این ترتیب که طلاب نژادی بکنن. و میبینیم که ترکیه بعد از جنگ اول همه تصور این که حکومت مذهبی عثمانی سرنگون شده، متاسفانه الان همون حکومت مذهبی به اضافه فاشیزم ترکیه دیگه جلو چشمون کاملا روشنه و متاسفانه میبینیم که این شرایط جهانی الان است، این رو میآفرینه. در ایران هم همینطوریه، الان حکومت دینی همراه با اون در واقع خود بزرگبینی نژادی آریایی که میبینیم این دوتا به حساب عنوان سلطنت و رهبری هر دوش یک جنسن و مکمل هم دیگه هستن، به گونه های همزمان هم جدا از هم دیگه عمل میکنن و این تفکر، این فضای ناانسانی داره عمل میکنه. در کردستان عراق میبینیم حداقل 30 کیلومتر، ولی در واقع میگن 50 کیلومتر، خود حکومت ترکیه 30 کیلومتر اومده به بهانه اینکه فلان حزب وجود داره در اونجا یا نداره. و از طرف دیگه هم در رابطه با ایران این نکته، حتی اگه به اصطلاح این نکته مشترک رو دارن که منطقه ای رو که الان که اشاره کردید که قره‌باغ کوهستانی یا قره‌باغ بالا بود که تفلکی ها خودشون اصلا به عنوان آدمایی که دیگه حکومتشون هم که به سه حالت خود مختاری داشت، اونا حتی منحل اعلام کردن برای نجات مردمانی که در اونجا زندگی میکنن. اما متاسفانه میبینیم که فشار این فاشیزم نکبتبار خود بزرگبین اونا رو مجبور کرده جا به جا بشن. صحبت بر سر 10,000 و 12,000 نیست، 100,000 نفر، 100 و بیشتر از 180,000 نفر، 200,000 نفر اجاره جا به جا میکنه، ارمنی و کرد. کردا اصلا اسمی ازشون نیست هیچی، چون هر دو طرف هم ارمنستان هم اینا در میان آسیا به این دوتا به اصطلاح بگیم تنگ نظرانه ارمنی و آذری قرار گرفتن و معلومه با سابش چه خواهد شد. جدایی آدم ها بر اساس باور، بر اساس اصلا تنوع فرهنگی، این رو
دنیا داره ازش رنج میبره. ما از سرمایه‌داری اون چیزی که الان بهمون رسیده گویا این نکبت مرز ها هستش که واقعا اینجوری فاجعه میآفرینه. و الان به دلیل این روسیه هم داره بدون سرصدا داره باش بازی میکنه برای فرستادن گاز و نفت به اروپا. همه خفقان گرفتن، هیچی نمیگن. و برای ایران و کردستان عراق هم همینطوریه. کردستان عراق از کرکوک نفتش باید تأمین بشه و آروم بره، هیچ کم حرف نزنه. چه چیزی اینجا هست؟ باز هم کردها این منطقه، این دیگه اتفاق تاریخه، این بدشانسی تاریخیه که به در اینجا قرار گرفتن در بین دو تا نهری که زندگی خاورمیانه بهش مربوطه که بین و نهرین باشه و دجله و فرات و تمدنها رو آب داده. این شکلی باید مورد به اصطلاح ذبر و ظلم قرار بگیره. و در کردستان عراق میبینیم که هیچ کم حرف اصلا صحبت نمیشه، خبرنگار دیگه وجود نداره، مثلا هیچی نیست. از یه طرف ایران فشار میاره که آواره هایی که کسایی که از دست این حکومت جبار جمهوری اسلامی فرار کردن و مأمنی پیدا کردن اینا بازگردانده بشن. بیگمان این کار صورت نخواهد گرفت، یعنی نمیشه این صورت نخواهد گرفت، خیلی زجرآوره. بله، و صورت هم نخواهد گرفت، ولی با زجر زیاد طبعا مقاومت ها خواهد شد. طبعا این به این سادگی هم نیست که اونا بتونه، ولی همینطور که میبینیم اون مقاومتی که مردم ایران در مقابل این حکومت جمهوری اسلامی میکنن که به اصطلاح تاوانهایی رو باید داد. و ما میبینیم که در همین حکومت جمهوری اسلامی در به شما عرض کنم همین یک ماه گذشته، یعنی در ماه سپتامبر، وقتی میبینیم حدود 400 نفر بازداشتی هست. از این 400 نفر مثلا میبینیم که 450 نفر، 463 نفر اینو به اصطلاح مؤسسه در واقع میگه حقوق بشری هنگا هستش که قاعدتا تا حالا از وقتی که تأسیس شده عددهایی که میده عددهای نادرستی نیستن، که 463 نفر در همین ماه سپتامبر دستگیر کردن که نسبت به ماه اوت 75% اضافه نشون میده، یعنی 199 نفر بیشتر از ماه اوت. ماه اوت حدود 300 خورده ای رو چیز کرده بودن، دستگیر کرده بودن. ولی جالبش اینه که از این 450 نفر 203 نفرشون کردن، 122 تاشون بلوچن. و نسبت جمعیت بلوچ رو در نظر بگیرید، نسبت به جمعیت ایران و نسبت به این دستگیری ها 120 نفر که در اونجا بیشتر از 10 نفرشون کودکن و به اصطلاح 51 زن و کودک بلوچ در میونشون بوده که 22 تا شهروند به اصطلاح زن کرد در میون اینها هست. و این حالتی که در تمام ایران رو گرفته، زنکشی هایی که در این 6 ماه اخیر در سراسر ایران صورت گرفته، در تهران، در محلات، در سردشت و تمام جاهای نکات دیگه که پراکنده، در مشهد، در مازندران، به یک بن‌بست در واقع فکری میگیم این نکبت فراگیر شده همه جا، مال یک نقطه نیست. و همه هم نسبت به این در واقع یه مقدار خفقون گرفتن و این نقطه رو نمیشه به سادگی توضیح داد، به جز این که امیدوار بود که طرف مقابل این ظلم و زور مقاوم هم هست. وقتی که در تهران این دختر جوان 17 ساله رو دوباره مثل مهسای سال گذشته ضرب و شتم میکنن و در کما به سر میبره و بیمارستان تبدیل میشه به پادگان و
و تمام این قدرتی که میارن و پدر و مادر دختر قربانی رو بازداشت میکنن، اینها در واقع هیچ کسی، یعنی غیر قابل قبول فقط تنها کلمه هست که بهش که غیر قابل قبول، اما میبینیم که داره میخواد بهای بیشتری رو بگیره. متاسفانه، متاسفانه ما این آینده خیلی روشنی رو یعنی روشن که بالاخره یعنی شرایط در واقع به گونه ایه که الان ما با یه چیزی مواجهیم. یعنی شما در آذربایجان و در قره‌باغ شاهد از یک تصویر تاریخی گفتین و موقعیتی که ده ها هزار و شاید بیش از به قولی 300,000 نفر جابجا شدن تو این دوره و ما شاهد یک چیز فاجعه باری هستیم. مردم خانه و کاشانه و زندگیشون رو ترک میکنن بیان یه منطقه دیگه. توی ترکیه، توی کردستان عراق شما از 30 کیلومتر تا 50 کیلومتر منطقه ای گفتید که دولت ترکیه داره میزنه، بمباران میکنه، میگیره، نیروی ارتشی آورده به خاطر پیکاکا یا به خاطر جریانات مخالف کرد، ولی اساسا به خاطر کردکشی. توی سوریه هم همین کار انجام داره میده و در واقع دولت ایران هم که هست داره فشار میاره، میخواد در واقع مهاجرین و مهمتر تبعیدیان و کسان پناهندگانی که در اونجا زندگی میکنن و مبارزین راه آزادی بودن در همه این سالها، اینها رو میخواد بازگردونه به ایران برای اعدام، برای کشتن. و شما میگید توی این زاویه در این مجموعه در واقع آرمیتا اتفاق میفته، دختر 16 ساله‌ای که اصالتا کردم هست، کردلوره، و شما میبینید که کشته میشه، بیمارستانی رو میکنن محیط نظامی و کاران نظامی، خبرنگار رو دستگیر میکنن و همه چیز نشانه یک هراسه، نشانه اینه که یک مقاومتی جریان داره، یک تجربه از خیزش انقلابی مردم ایران بود تو این دوره. این خیزش همه رو به هراس انداخت، نه فقط دولت ایران و دولت ترکیه رو، دولت عراق و دولت های منطقه رو به هراس واداش. زن زندگی آزادی، تمام اون سنت های کثیف به قول معروف مرد سالاری، همه سنت های دیکتاتوری رو در هم میشکنه، میخواد یه چیز تازه و تصویر تازه آینده بخشی برای از مردمان ایران و مردمان منطقه ما ارائه کنه، با همبستگی های بزرگی که به قول شما در بلوچستان و کردستان و همه مناطق هست و یک ملت دیگری تعریف میشه، ملتی که خودشو با زن زندگی آزادی معنا میکنه، معنای دیگری پیدا میکنه دیگه. او از اون شهروند تازهی متولد شده که همه جهان رو هم شگفت زده میکنه. توی دوره نشون میده که آینده با این جنبشه، ولی خب باید سرکوبی جریان داره. اینه چگونه میشه در کوتاه بگیم تعریف کرد؟ خیلی کوتاش اینه، این حالت های فاشیستی که اینا دیگه، این فرهنگ فاشیستی که اینها دارن، در تعریف ذهنی و فکریشون در جدایی آدم هاست، به بهانه دین، به بهانه نمیدون زبان، به بهانه ملت ولی نکته مهم اینه که هیچ آدمی، بین هیچ آدمی مرز وجود نداره، تمام مرزها ساختگیه، باید مرزها رو باید شست به قول سهراب سپهری، واقعا مرزها رو هم باید بشوریم. بین آدم ها نباید تصور کرد که باید مرزی وجود داشته باشه، هیچ کسی. و وحدت آدمیزا، وحدت ملت ها، سر هم سرنوشتیشون حالا اجبار داریم در قالب این دولت ها و کشورها این مرزهای فعلی رو مثلا بپذیریم، اما اینها رو هم قابل پذیرش نیستن، چون به عنوان جدایی آدم ها تعریف میشن. اینها داره محو میشه، باید محو بشه و اصلا بالاتر تو ذهنمون باید محو بکنیم، در حالی که این شرایطی که توی قره‌باغ، توی آذربایجان، توی کردستان، توی ایران، عراق داره عمل میکنه، تثبیت این فکر جدایی انسان ها از هم دیگه است. وقتی که بگن کرد یعنی جدا از دیگران، نخیر، کرد جدا از دیگران نیست، بلوچ جدا از دیگران نیست، آذری جدا از دیگه، و هیچ کدوم جدا از اون یکی دیگه نیستن، چون تفکرات بسیار بسیار عقب افتاده‌ای بر اساس این جدایی ها
در واقع عمل میکنه که نتیجهش فقط قتل عامه، فقط قتل عام آدمای در واقع کسایی که میخوان زندگی عادی حتی بکنن و بیشترین تلفات رو اونا خواهند داد، اتفاقا بیشترین تلفات رو اونا خواهند داد، نه صاحبان این اندیشه های فاشیستی نکبتبار که اکثر عملش هم تبدیل میشه به یک شوینیزم محلی کوری که به صلاح هر عشایر یاغی خودش رو در واقع ناجی میدونه، یاغی ها تبدیل میشن به ناجی که اینجوری هم نیست، هیچ یاغی عشایری ناجی نیست و هیچ سرکوبگر نکبتباری باز هم ناجی نیست و این ثمرات بده در واقع گلها و میوه رو سرمایه داری در جای دیگه چیده و بدبختیاش برای ما مونده. اینا درست بر اساس یک نوع تفکر تملک سرمایه داری احمقانه است که هیچ مبنایی هم نداره. وقتی که طرف خودشو ایران پنداری میکنه، این ایران یه متر زمین هم نداره، دو متر زمین نداره تو زندگی بکنه، رگشو بلند میکنه که از یک نژادیه که هیچ موهوم هیچ چیزی دیگه نداره. اتفاقا بدبختی سر اینه، این باید تفکرات جدای انسان ها از هم دیگر رو باید شست. این یکی از قدم های مهمه، خیلی کارهای دیگه هست باید بکنیم، ولی از اینجا یکی از عواملش باید شروع میشه، مخالفت با هر مرزی که وجود داشته بیا یا بخواد به وجود بیاد، مرز رو باید برداشت. تمام. آره نه دقیقا شما درست میگید، یعنی واقعیتش اینه که موضوع قره‌باغ و موضوع در واقع کردستان و این تلاش های دولت های استعماری، دولت های مستبد توی منطقه ما و در جهان ما، همه و همه نشان دهنده اینه که واقعا راه حل های این دولت ملتی که تا حد زیادی منشأ قرن بیستمی، اوایل قرن بیستمی، قرن نوزده و بیست داره، اینها این منشأ جدایی هاست و تا حد زیادی پاسخگوی راه حل های دموکراتیک برای و حق شهروندی و پذیرش انسان ها، همزیستی مصالحت آمیز انسان ها در کنار هم نیست. خصوصا ما با یه دولت بسیار فاشیست تمامیتگرایی در ترکیه روبرویی که میخواد دولت های در واقع ملل به اصطلاح ترک رو در تمام منطقه سامان بده، یک عثمانی دیگری رو، امپراتوری عثمانی دیگری سامان بده که مثل بختک در واقع داره کل منطقه ما رو آلوده میکنه، در کردستان، در عراق، در سوریه، الان در آذربایجان، در قره‌باغ. دقیقا این سیاست فاشیستی در حال اجراست. متاسفانه جهان ما و نظم بین‌المللی که بر یک نظم استثمارگرانه و سرمایه‌داری، یک نظم ظالمانه بر بنیاد نهاده شده، تا حد زیادی عامل اصلی این فجایعیه که ما باش روبرویم. طبیعیه از دل انقلاباتی همچون انقلاب و خیزش زن زندگی آزادی، همین تلاش هایی که توی جنبش های مختلف اجتماعی داره میشه، امیدواریم راه حل هایی پیدا بشه که بتونه مقابله کنه با این سیاست های پاکسازی های قومی، سیاست های سرکوب جنبش های آزادی بخش و آزادی خواهانه، سرکوب زنان و همه فجایعی که امروز ما توی منطقمون در پهنای هم ایران و هم ترکیه و عراق و سوریه و امروز ارمنستان ما شاهد. از تو یوسف عزیزم تشکر فراوان دارم و از شما بینندگان عزیز برنامه برگه از تاریخ که به این برنامه توجه کردید. براتون شادی و سلامتی و پیروزی آرزو می‌کنم.